این همه کشتار واقعا آدم به تعجب وامی داره که اینها چجور تونستن این همه افراد رو بکشن. سال 13 هم هست، زمان خلیفه دوم عمر بن خطاب، و معمولا در این جنگ ها فرمانده جنگ ها آقای مغیره ابن شعبه است، همون که دست راست خلیفه دوم بود در همه جنگ ها و در همه کارهایی که در صدر اسلام انجام میداد. یکی از این جنگ ها در سال 13 هم 100,000 نفر رو اینها میکشن. 100,000 نفر رو در یک روز اینها میکشن. خب ابن عسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان می نویسد که در سال 12 هم اتفاق این افتاد. فما کانت بین المسلمین والفرس وقعتا ابقا رمتا منها بقید عظام القتلا دهرن طویلا. هیچ جنگ بین مسلمان ها و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بمونه. اینقدر جنازه مانده بود که در سابقه نداشت این همه جنازه روی زمین بمونه. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها و کانو یحذرون القتلا 100,000. اون روز کشته هایی که در اون روز اتفاق افتاده بود 100,000 نفر تخمین زده می شد. 100,000 نفر تخمین زده می شد. خب این چه اتفاقی هسته افتاده؟ در کل جنگ های 10 ساله پیغمبر فقط حدود 200 نفر 300 نفر حالا بگیم 1,000 نفر بیشتر اتفاق نیفتاده، ولی اینها در یک روز در یک جنگ 100,000 نفر رو میکشن. این در تاریخ ابن عسیر جلد دوم صفحه 290. آقای ابو عبدالله همیری در برحال صفت و جزیرت اندلس در جلد اول صفحه 117 و کتابهای دیگه علمای اهل سنت این اتفاق رو نقل کردن. در سال 13 هم زمان خلیفه دوم 100,000 کشته در یک جنگ و یک روز. جنگ بعدی باز در سال 14 هم هست، زمان خلیفه دوم، باز جنگ با ایرانی هاست که در این جنگ 40,000 نفر رو در یک روز اینها می کشن. 40,000 نفر رو. حالا خیلی البته نمونه زیاده، من نمونه ها رو سعی میکنم که خیلی کوتاه و سریع بگذارم. طبری در تاریخش این مطلب رو نقل میکنه، ابن عسیر جزری در کتاب الکامل نقل میکنه، کلاعی اندلوسی در الاکتفا، نویدی در نهایت العرب و ابن خلدون در مقدمه خودش این مطلب رو نقل کردن که فاما المقترنون فانهم جشعوا فتحافتوا في العتيق فواخذهم المسلمون برماههم فما افلت منهم مخبرون و هم 30,000. میگه لشکریان احتیاط که از اونها بودن همه فرار کردن و به صورت نامنظم در بیابان به راه افتادن. مسلمون ها این لشکر احتیاط رو تیرباران کردن به صورتی که حتی یک نفر از اونها باقی نماند. لشکر احتیاطی که مال ایرانی ها بود، خب در جنگ هم نبودن اونها، اینها آمده بودن فرار میکردن در بیابان ها، مسلمون ها با تیر اینها رو زدن، یک نفر از اونها رو زنده نگذاشتن. چقدر نفر بودن اینها؟ و هم 30,000. 30,000 نفر بودن. 30,000 نفر رو در بیابان تیراندازی کردن و کشتن. و اخذ زرار ابن خطاب درفش کاویان تا ادامه میده، باز جنگ ادامه داره. در جنگ، در خود اصل جنگ چه اتفاقی افتاده؟ و قتلوا فی المعركه 10,000 سوا من قتلوا فی ایام قبله. در اصل جنگ هم 10,000 نفر در اون روز کشته شد، غیر از اونهایی که روزهای قبل کشته شد. در یک روز 30,000 لشکر احتیاط و 10,000 نفر جنگجو رو اینها کشتن در یک جنگ. تاریخ طبری جلد دوم صفحه 242، تاریخ ابن عسیر جلد دوم صفحه 330. الاکتفا بما تضمنه من مغازی رسول الله و ثلاثه الخلفا جلد 4 صفحه 236. نهایت العرب مال فی فنون الادب مال آقای نویری جلد 19 صفحه 138 و مقدمه ابن خلدون یا تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 535. 40,000 کشته در یک روز و در یک جنگ، غیر از اونهایی که روزهای قبل کشته شده بودن در سال 14 زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب. در اون زمان حضرت علی رضی الله عنه در سپاه حضرت عمر حضور داشت. نادر از ایران، حضرت عمر با عزلی در فتح ایران، خیر، حضرت علی، حضرت عمر رو میخواست، حضرت عمر میخواست خودش فرماندهی کنه، حضرت علی مانع رفتن حضرت عمر شد که آقا نروید، اگر بروید اونجا کشته میشید، شهید میشید، ما دیگه کسی نداریم، مردم شما رو میگن این اصل عرب هست و این اصل اسلام هست، اینو بزنید، اگر شما رو زدن دیگه ما چیکار کنیم. دلسوز بود، دوستدار عمر بود، نگذاشت، گفت یک جنگجوی دیگر را بفرست به جای خودت و این کار رحم کرد حضرت عمر.
مسئله دیگری که بسیار واقعا وحشتناکه و قلب هر انسانی رو به درد میاره این هست که خالد ابن ولید، همون کسی که اهل سنت اونو شمشیر خدا معرفی میکنن، به خاطر یک قسمی کوچیکی که خورده بود 70,000 نفر رو کشتن در جنگ با ایران در سال 12 هجری زمان ابوبکر، که طبری در تاریخ خودش، ابن اسیر در الکامل، نویری در نهایت العرب و حتی ابن کثیر دمشقی سلفی در البدایه و نهایه و حتی ابن خلدون این مطلب رو در مقدمه خودش نقل کرده که خالد قسم خورد اگر به مشرکین دست یابه و به اونها دسترسی پیدا کنه جوی خون را بیاندازه. بله، فقال خالد اللهم ان حزمتم فعلي ان لا استبقى منهم من اقدر عليه حتى اجرى من دمائهم نهرهم، خدایا اگر من اینها رو شکست دادم بر من هست که جوی خون را بیاندازم. خب شروع کردن، وقتی به اینا دسترسی پیدا کردن شروع کردن به کشتن. فارس ها میگه فرار کردن و شکست خوردن، رسیدن به اینا رو دونه دونه دستگیر کردن، شروع کردن به کشتن، یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، تا 70,000 نفر رو کشتن، سر بریدن. بله، حالا 70,000 نفر رو سر بریدن. بعد یک شخص به نام قعقاع پیش عمر اومد گفت لو قتلت اهل الارض لم تجر دماءهم، اگر ما تمام مردم زمین رو هم بکشیم به هر حال جوی خون راه نمیفته، این قسم شما رو چیکار کنیم. بعد دستور دادن، گفت از بالای جوب آب رو رها کنن، آب و خون قاطی بشه، راه بیفته تا قسم خالد راست در بیاد. یک قسمی کوچیک خوردن، 70,000 نفر بیگناه رو که برها شکست هم خورده بودن، اسیر بودن، این 70,000 نفر رو کشتن. خود قسم. بله. یا مثلا باز در زمان ابوبکر، در زمان عمر، سال 13 هجری، اولین سالی که خلیفه شد، 100,000 نفر رو در یک روز کشتن اینا. 100,000، نه یک نفر، نه دو نفر، نه 200 نفر، 1,000 نفر، 100,000 نفر رو در یک روز. که ابن اسیر در باره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان می نویسه که فما کانت بین المسلمین و الفرس وقتون ابقا رامت منها، تا اینجایی که میگه وکان و یحذرون قتل 100,000، کشته هایی که در این روز کشته شد نزدیک به 100,000 نفر تخمین زده می شد. یعنی 100 استخون ها رو جمع کردن، از طبق استخون ها رو چجور می خواستن بشمارن، نزدیک 100,000 نفر رو در یک روز کشتن. الکامل فی تاریخ جلد 2 صفحه 290. این از این مطلب. ابو عبدالله حمیری نیز همین مطلب رو نقل کرده در کتاب صفت و جزیرت اندلس جلد اول صفحه 117. این از این مطلب. 40,000 نفر رو در یک روز کشتن. یا مثلا حدود 4 فرسخ مردم رو به صف کردن، همه رو اعدام کردن. انشالله اینا رو دونه دونه در اون برنامه اختصاصی خدمتون عرض خواهیم کرد. بله، در نهج البلاغه هم عمر رضی الله تعالی عنه از سوی علی رضی الله تعالی عنه مورد تعریف و تمجید قرار گرفته. اگه بخوایم نهج البلاغه رو که مورد قبول آخوند هاست بپذیریم با توجه به آنچه که از مدح و ستایش درباره عمر درش اومده، و از طرف دیگه داستان مورد نظر آخوندها از قتل و شهادت فاطمه توسط عمر رضی الله عنه مجمعین رو هم بپذیریم، خب نتیجه گیری این خواهد شد که علی به قاتلان همسر خودش پاداش هم داده که ازشون تعریف و تمجید کرده. خب همین برمیاد دیگه، قطعا چنینه که کسی که قاتل باشد بعد علی بیاد، قاتل همسرش باشه، علی بیاد مشاورش بشه و دختر بهش بده و فرزندانش هم از باب این که این مدال خوب را به گردن حضرت عمر بیندازد، نام فرزندان خود را عمر نامگذاری کند. حتی عمر اکبر، عمر اصغر، عمر اوسط در روایت ها داریم که چند عمر داشتن علی، فرزندانش را به نام عمر. بنابراین این در منطق هم نمی گنجد. کسی که قاتل باشد بعد بیاید مشاورش بشود، دختر بهش بدهد، داماد خودش کند و او را نزدیک کند یا به او نزدیک بشود، دارالخلافه را عرض شود که در اونجا حاضر باشد، قاضی عمر باشد و کمک و ناصح عمر باشد. تمام اینها داره برای این که انگار، بله انگار این علی اومده پاداش داده به قاتل همسرش و گفته خوب کاری کردی، دست درد نکنه که این را از بالاخره کول ما انداختی و ما را راحت کردی. معنیش همینه، ولی والعیاذ بالله همچون چیزی نیست. آیا میدانید خالد ابن ولید در عصر خلافت ابوبکر
30,000 ایرانی را به قتل رسانید. هیچ من اصرار دارم این منابع رو که نسبت به فتح ایران جمع کنم، اینها در جنگ‌های دیگه کارها کردن. رو این جهت است که این حرف رو بی اساس کنیم که هی میشینن برمیخیزن خوشحالن که خلیفه هاشون ایران رو فتح کردن. خدمات خلیفه دوم، خلیفه اول. این خدمت واقعا، اولا اینکه اینها دیشب هم گفتیم بازم تکرار میکنیم، اینها بدعت بوده. کشورگشایی سنت نبوی نیست. آیه قرآن هم ندارید که حکومت ها، خلیفه ها، جانشین های پیغمبر یا حتی پیغمبر های گذشته موظف بشند گسترش بدن حکومت اسلامی رو. کی گفته؟ شما باید اسلام رو صادر کنید، نه که کشورگشایی کنید. لذا یک، که اصلا کار بدعت آمیزی بود. حالا جدای از این که بعد از آنی که ابوبکر مرد، عمر مرد، عثمان مرد، در سال 100، در سال 150-60 این جنگ ها دیگه ادامه داشت، خونه هایی که ریختن در قسطنطنیه، در فلسطین، در جاها، اینا همه‌جور ادامه داشت. یعنی شما اگر نگاه کنید، کسی بیاد اینا رو جمع کنه، گزاران بعضی از بزرگواران جمع کردن، واقعا برید مطالعه کنید چقدر خون و خونریزی به نام اسلام. حالا امروز داعش برای مردم جذابیت این شکلی پیدا کرده، مردم تعجب میکنن. نه آقا، اینها رو که من برای شما میخونم میبینید که نه آقا، ریشه در تاریخ داشته. این کار این امروزی، اینا هنری نیست که اینها ابداع کرده باشن. حالا دقت کنید این قضیه رو، من تا الان سه تا نکته از خالد بن ولید در جنگ ها گفتم. یکی هزار چشم را کور کرد در جنگ فتح الانبار، یکی 70,000 فارس و ایرانی رو گردن زد بنابرای بعضی از بخاطر نذری که کرده بود که اگر پیروز شدم تو این جنگ جوب خون را میندازم، بین 70,000 تا 100,000 هم نوشتن گردن زد. الان هم طبق نقلی که الکامل ابن اسیر نقل میکند 30,000 ایرانی دیگر رو هم کشت. الکامل ابن اسیر جلد 2 طبع دارالکتب العلمیه صفحه 240 ذیل حوادث سال 12 هجری. من به بینندگان عزیز چه شیعه و چه سنی پیشنهاد میکنم اگه فرصت کردید کتابهای تاریخی صدر اسلام ترجمه فارسی هم شده، حوادث سال 12، 13، 14، 15 اینها رو مطالعه کنید. انبوهی از جنایات و وحشیگری هایی که ابوبکر و عمر کردند به توسط فرمان روایانشون اونجا ثبت شده در تاریخ‌های درجه یکی که سنی‌ها هم قبول دارن. خب چی می‌خوایم بگیم؟ می‌خوایم بگیم باز خالد ابن ولید، این وحشی که به عنوان امیر توسط ابوبکر نصب شد، این همه جنایت کرده، خبرها به خلیفه رسیده، باز یک کلام بهش نگفتی کارا رو نکن، دو مرتبه یه جنایتی دیگه با شما و با ما ایرانی ها. لما وصل کتاب و هرمز الى اردشیر به خبر خالد، از اسما معلوم میشه که اینا ایرانی بودن. جناب هرمز که دارن پادشاه یکی از این مناطق بوده، یه نامی می نویسد به یک فرمان روای ایرانی دیگر به نام اردشیر که آقا خالد ابن ولید چه کرد، چه جنایتی مرتکب شد، 100,000 از ما ایرانیان رو گردن زد، 70,000 گردن زد، ارکونم 1,000 چشم کور کرد، داشته خبر میداده. ظاهرا خب بعد چون طولانی دیگه من رو نمیخونم، جنگ دیگری با عجم ها در گرفت و قتل من الفرس مقتلتن عظیمه یبلغون 30,000. یه جنگ دیگه باز با ایرانی ها صورت گرفت، 30,000 ایرانی در اینجا کشته شد. به زبان خوش میاد. یه وقتی من نگاه میکردم ببینم که آقا مثلا این آمار شهرستانهای اطراف ایران مثلا چنده، فرض میگیریم حالا فلان شهر، میدیدم آخر گاهی اینها دو تا شهر رو با هم حساب، 70,000 نفر، 100,000 نفر، گاهی آمار دو تا شهر تقریبا پر جمعیت حساب میشه. اینجا ایشون داره اعتراف میکند در یکی دیگر از جنگ هایی که خالد ابن ولید انجام داد با ایران و ایرانی جماعت، 30,000 ایرانی را کشت، سوا من غرق. اونایی هم که تو آب غرق شدن که هیچ دیگه آمار نداریم، آمار نداریم. اینا افتخار است یا افتضاح؟ تا
تاریخ داره میگه. اینو باز مکرر عرض کردم، شما بیننده سنی مذهب عمومی رو من کار ندارم، خبر نداشتی تا الان. آره تا حالا همش هر جا رفتن منبر برات گفتن سیف الاسلام، خالد ابن ولی، امیر لشکر، خلیفه اول. خب حالا این تیکرم بد نیست بیننده ها بدونن این همه جنایت طی چقدر امارت خالد ابن ولی؟ حدود یک سال خورده ای. یعنی اگر ابوبکر زنده میماند بیش از دو سال، خالد ابن ولید همچنان امیر لشکر بود، دیگه چه جنایت هایی که مرتکب نمیشد. یک سال خورده ای آقا خلیفه شده، ای هم شده امیرش. ببینید چه کرده است، چه کرده است. وقت بعد این لازمش اینه که این اسلام گسترش پیدا میکنه با این وضع. جز این است که هر جا این خبر برسه میگه آقا اگه اسلام و پیغمبرتون اینو ما نخواستیم. چه اسلامی است که به زور یا گردن بزنن یا چشم کور کنن یا تهدید کنن؟ حالا ان شاءالله میرسیم وقتی که جنایات عمر رو بفهمید، بفهمید بابا ابوبکر کاری نکرده اصلا. عمر بوده که چه کرده و چه کرده. آقا فرسخ ها مردم رو، حالا میخونیم اینها رو، سند رو عرض میکنم، اینا رو دارم میگم که شماها خوب جا بیفته براتون. فکر نکنید فقط مشکل اینه، نه آقا، هر دو با هم بودن، هم ابوبکر، هم عمر، هم خالد ابن ولید، هم مغیره ابن شعبه و بقیه جانی و وحشی و خونریز بودن. گروهی رو ردیف کرد، بعد از منابع داره یک فرسخ آدم چند نفر میشه، حالا بهشون گفت یا مسلمان میشوید یا دست و پاتون رو قطع میکنن. سبحان الله. ابوبکر نه، عمر پسر خطاب، لذا این یک فرسخ آدم ها رو ردیف کرد، گفت یا مسلمان میشید یا دست و پاتون رو قطع میکنم. گفتن آقا این چه در اسلام ما اصلا زیر بار زور نمیدیم. روایت دارد اونقدر دست و پا قطع کرد که یک کوهی از دست و پا شد. لذا اینها رو من دارم عرض میکنم، اگر خدا عمری به ابوبکر میداد و خالد ابن ولید هم سر کار میامد، چه میکردن، چه جنایاتی در یک سال خوردی. تازه ما جنایات های غیر ایرانی ها چه بیان نکردیم، 100,000 که نذر کرده کشته، 30,000 هم اینجا از ایرانیان، 130,000 اینجا، 1,000 تا چشم هم اونجوری کور کرده، فقط دو تا چهار تا یه چیز بوده، 130,000 نفر ایرانی در این یک سال خورده ای به دست ابوبکر و امیر لشکرش خالد ابن ولید اینجوری از بین رفتن. بقیهش که بمانه. زمانی که یورش عرب به ایران شروع شد، میدانیم که در سراسر ایران، در سراسر مکانها و نواحی که تازیان هجوم بردن و تازیدن، در این نواحی کشتار بی نهایت فراوانی میکردن. ایرانیان به خصوص در دیلمستان و در نواحی گیلان و مازندران مقاومت بسیار چشمگیری کردن. در نخست جنگ ها ادامه داشت مدت های مدیدی تا ماوراء النهر و خراسان، از دو طرف کشته می شدن. من برای نمونه در کجور در نزدیکی نور مازندران قبر مسلم باقلی هستش. این کسی است که یکی از سرداران عرب هستش، در اونجا کشتارهای زیادی کرد. دوستانی که علاقمند هستن به تاریخ اجتماعی ایران و یا حتی به آثار دیگه می توانم مراجعه بکنم، یا به دکتر مشکور و کتاب تاریخ و پس اسلام، خواهند دید که این، حتی می دانیم که حسن و حسین در زمان زندگانی و حیات علی ابن ابی طالب امیرالمومنین شیعیان، اینها همراه این مسلم باقلی به مازندران گیلان حمله کردند و در اونجا ایرانیان را کشتار کردند. ولی من فکر میکنم سوال شما بر این قضیه بود که آیا امام حسن به امام حسین به واقع در میان لشکریان عرب بود یا نه، و در شمال ایران کشتار کردن یا نه. بهترین کسی که من میتونم بهش استناد بکنم استاد مشکور هستی که استاد فرق اسلامی بود ایشون، و کتاب فرق اسلامیش و فرق شیعیش و اسلامیش مشهور هستش. کتاب های آثار متعددی رو از عربی به فارسی هم ترجمه کرده. ایشون در کتاب تاریخ اسلامش، تاریخ ایران پس از اسلامش، مستند شرکت امام حسن به امام حسین رو در
مازندران و کشتار مازندران گیلان مستند آورد. اتفاقا ما هم امروز بنده نیم ساعت پیش کلیپ رو از یکی از کارشناسای شبکه وهابی گرفتم که تصریح میکرد طبق آیات قرآن کریم پیامبر بزرگوار اسلام تنها وظیفه داشته که تنها وظیفه پیغمبر ابلاغ بوده و او هیچ اجازه ای نداشته و هیچ حقی نداشته که مردم رو وادار کنه به اسلام آوردن. وظیفه پیغمبر این فقط ابلاغ بوده و او غیر از این حقی نداشته و این رو اتفاقا جزء کرامت‌های انسان میدانست و خداوند انسان رو اکرام کرده و این حق رو به او داده که هر راهی رو که بخواد انتخاب کنه. حتی پیغمبر نمیتونه مجبور کنه کسی رو که اسلام بیاره. اما خب متاسفانه در جنگ به حال ایران و اعراب و مسلمان هایی که اون روز خودشون رو مسلمان میدونستن کاملا قضیه برعکس هست. در یک جنگ که در زمان خلیفه اول اتفاق میفته 100,000 نفر کشته میشه، 100,000 نفر. یا در یک جنگ باز در همین زمان خلیفه اول هست که خالد بن ولید 70,000 نفر رو سر میبره، 70,000 نفر، یعنی کم اتفاق نیست. یا در جنگ دیگه در زمان خلیفه دوم باز هم 100,000 نفر، 30,000 نفر. یا در جنگ زمان خلیفه اول زمان خالد بن ولید هست که 1,000 چشم رو اینها کور میکنن که ما مدارکیم رو قبلا خدمت بینندگان عزیز نشون دادیم. نه تنها این فتوحات مشروعیت نداشته، نه تنها سنت پیغمبر نبوده، چون پیغمبر هیچ کسی رو مجبور نکرد. اینا حتی یک نمونه نمیتونن به ما نشون میدن که پیغمبر به کسی گفته باشه یا مسلمان میشی یا تو رو میکشیم، یا مسلمان یا کشتن. همچین چیزی رو پیغمبر اصلا سابقه نداشته. با هر کسی جنگیده، جنگ دفاعی بوده، جنگ ابتدایی نداشته. هرچند که پیغمبر اجازه جنگ ابتدایی داره، معصوم اجازه جنگ ابتدایی داره، اما برای پیغمبر چنین اتفاقی نیفتاده. پیغمبر کسی رو به زور مسلمان نکرده، کسی رو به زور مجبور نکرده که مسلمان بشه. ولی خب اینها گفتن اگر مسلمان نشوید تمام مردم شما رو خواهیم کشت. و حالا من بتونم مطالب رو هم در این باره نشون میدم خدمت بینندگان عزیز که گاهی اینها در یک جنگ تمام مردم شهر رو هم کشتن که در تاریخ طبری آمده. تاریخ طبری که ما قبلا این رو خدمت بینندگان عزیز نشون دادیم، چاپ دارالمعارف مصر با تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم جلد شماره 4 که مشخصاتش رو کاملا بینندگان عزیز میبینن، در صفحه شماره 269 در سال 30 هجری قمری، سال خلافت عثمان هست دیگه، که در طبرستان میاد، میگه طبرست جرجان یا همون گرگان و هی مدینتون علی ساحل البحر. گرگان شهریست در ساحل دریا و هی فی تخوم جرجان، فقاتله اهلها حتی صلا صلات الخوف، فقال لحذیفه کیف صلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبره. تا این قضایی که در صفحه بعد میاد که داستانها چی بوده و چی شد، چی جنگ های اتفاق افتاد، که در اینجا میگه فقاتلهم جمیعا الا رجلا واحدا. بله اینجا و حاصرهم، مسلمان ها اونها رو محاصره کردن، فسألوا الامان، امان خواستن، مشرکین از مسلمان ها امان خواستن که ای مسلمان ها ما رو نکشید، فعطاهم الا یقتل منهم رجلا واحدا، مسلمان ها تعهد کردن، امان دادن که حتی یک نفر از مردم گرگان رو نمی کشن. ففتحوا الحس، مشرکین گرگان در قلعه رو باز کردن. مسلمان ها چی کار کردن؟ فقتلهم جمیعا الا رجلا واحدا، همه مردم رو کشتن فقط یک شخص رو گذاشتن. گفتم ما گفته بودیم یک نفر رو نمی کشیم، ما گفته بودیم یک نفر رو نمی کشیم. ببینید چقدر اینها، این سنت پیغمبر بوده، این روش پیغمبر بوده. اینها جنگ هایی است که در زمان این خلفا اتفاق افتاده. مردم گرگان الان شاهد باشن که اجداد اونها توسط کسانی که خودشون رو پیرو پیغمبر و خلیفه پیغمبر میدونستن به چه صورتی کشته شدن و با چه وضعیتی کشته شدن.
و مطالبی که ما بارها و بارها در شبکه ولایت نشون دادیم و بحثشو کردیم دیگه، بیش از این به این مطالب نمیپردازیم. واضح و روشن هست که سنت پیغمبر نیست و این جنگ اصلا مشروعیتی نداشته. البته در سایت ولیعصر هم ما مقاله در این زمینه داریم. یه مطلبی که بنده گفتم که خالد بن ولید 70,000 نفر رو در یک روز سربرید، در کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 313 آمده که آقای خدمتی رئیس شبکه کلمه میگفت این بهترین کتاب ماست و بهترین کتاب تاریخی هست، که در یک جنگ آقای خالد بن ولید گفت که اللهم ان لك علی ان منحتنا اکتفاهم الا استبقی منهم احدا قدرنا علی حتی اجر نهرهم بدمائهم. خدایا اگر من دست به اینها دست یافتم برگردن من باشه این که از خون اونها جوی رو را بیاندازم و جوی رو پر از خون کنم. این قسم رو خورد. وقتی دسترسی پیدا کرد به اونها دستور داد که الاسر مردم رو فقط اسیر بگیرید، لا تقتلو، کسی رو نکشید مگر اینکه امتناع کنه. انقدر از مردم کشتن، شبانه روز از مردم کشتن، فرداشم کشتن، پس فرداشم کشتن، تا اینکه خون جاری شد. البته خب وقتی خون رو انسان رو معمولا سر ببرن خون فوری صفر میشه و یه جای رو میگیره. شخصی به نام قنقا آمد و گفت که اگر همه مردم رو هم بکشی خون جاری نمیشه و این امکان پذیر نیست. تا اینکه دستور دادن آب رو از بالای جوب داخل نهر کردن، از بالا داخل نهر کردن، این آب با خون قاطی شد و جریان پیدا کرد و قسمی که خالد ابن ولید خورده بود به هر حال قبول شد و به هر حال به اون قسم خودش عمل کرد. 70,000 نفر رو فقط و فقط 70,000 نفر رو کشتن فقط به خاطر یک قسم آقای خالد ابن ولید. بله اینم باز در همین کتاب، در کتاب الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 242 آمده و کتاب‌های دیگه که به هر حال 70,000 نفر رو کشتن فقط و فقط به خاطر اینکه قسم آقای خالد راست بشه. این اسلام، این دینه. اگر این اسلام هست ما اصلاً علاقه‌ای به این اسلام نداریم.